سرخط مهمترین خبرهای امروز یک باشنده غزنی که از دست طالبان فرار کرده بود در ایران جان باخت. یک زن در ولایت خوست توسط افراد ناشناس کشته شد. اختلافات درونی طالبان قدرت نمایی ملا برادر. سلام درود به کانال ادلارسانی ما، خوش آمدین. مشروع خبرها. یک باشنده غزنی که از دست طالبان فرار کرده بود در ایران جان باخت. پنجم سرطان 1408 صاحب کابل. بر اساس معلومات منابع محلی، عبدالوکیل باشنده ولایت غزنی که چندی پیش از دست طالبان فرار کرده بود در ایران جان باخت است. با گفته منابع، عبدالوکیل پسر یکی از فرماندهان مشهور جهادی است و سالها به این سو در شهر غزنی شغل دکانداری داشت. یک ماه پیش او توسط استخبارات طالبان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت و شکنجه شد و پس از آن که معلوم شد وی با این جبهه رابطه ندارد، دوباره آزاد شد. منابع میگویند که او پس از رهایی از زندان باز هم از سوی افراد طالبان تهدید میشد و ناگزیر شد به ایران برود. دو روز پیش او در یک شفاخانه در شهر شیراز ایران جان باخته است. او ازدواج کرده بود و از وی 4 کودک بر جا مانده است. همچنان این در حالی است که انترنت فارسی می نگارد. 10 نفر از محافظان ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر طالبان، روز شنبه 4 تیر یک دوره آموزشی نظامی را به پایان رساندند. رسانه های طالبان با انتشار تصاویری از مراسم فارغ التحصیلی محافظان ملا برادر نوشتند که این افراد توانایی های در حد نیروهای کماندو را دارند. قدرت نمایی ملا عبدالغنی برادر در میان محافظانش. با این حال انتبندت فارسی در پست دیگر می نگارد. یک منبع نزدیک به مولوی مهدی مجاهد، فرمانده جدا شده طالبان، به انتبندت فارسی گفت که مهدی هنگام حمله هوایی در خانه‌اش حضور نداشت و سرگرم سازماندهی حمله به نظامیان طالبان در روستاهای ترغوج بوده است. در همین حال خبر عاجل که همین اکنون به دست ما رسید. سیام نایاب در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: تازه ولادیمیر پوتین بر روز سه‌شنبه به خاطر اشتراک در یک اجلاس در پیوند به قضایای افغانستان وارد تاجکستان می شود و به احتمال زیاد با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی دیدار خواهد کرد. رزاق مامون. تشکر از اینکه تاکنون کانال ما را بیننده بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود.